هسته‌ای تحقیقی را افشا کرده که در آن دانشگاه‌های غربی در تحقیقات فناوری پهپادها با دانشگاه شریف همکاری کردند. سپیده رشنو فعال مخالف حجاب اجباری برای تحمل 4 سال حبس به زندان می رود. 2 زندانی سیاسی زن با اتهام بغی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. گزارش ها حاکی است که هکرهای جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای اغوا کردن فعالان زن استفاده کردند. امیر محمد خوش اقبال از دیگر متهمان پرونده اکباتان موقتاً آزاد شد. وکیل پرونده بازداشتی های مراسم سالگرد مهرشاد شهیدی نژاد بازداشت شد. خسرو علی کردی وکیل دادگستری از 3 مقام قضایی در خصوص تخلفات انتظامی قضات شکایت کرد. روزنامه اعتماد در گزارشی در مورد خدمات سلامت قابل ارائه به گروه های سنی بالای 60 سال نوشت که ایران کشور مناسبی برای سالمندان نیست. ارتش اسرائیل اعلام کرد که تعدادی از مظنونان عملیات بیمارستان ناصر در خان یونس را دستگیر کرده است. آمریکا از توقیف محموله سلاح ایران به مقصد حوثی‌ها خبر داد. چند کشور عربی استفاده آمریکا از خاک خود برای ضد حمله به نیروهای نیابتی ایران را محدود کردند. وزیر امور خارجه سوئد میگوید توطئه ترور 3 شهروند یهودی توسط عوامل جمهوری اسلامی را بسیار جدی میگیرد. ترامپ میگوید کارش در اشتباه گفتن نامها عمدی است. کیف میگوید نیروهای ذخیره یکی از دبدترین واحدهای ارتش اوکراین هم به جبهه نبرد اعزام شدند. و دانشمندان در کره جنوبی برنج گوشتی ابداع کردند. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروحه خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 15 فوریه 2024 میلادی برابر است با 26 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. روزنامه بریتانیایی گاردین روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در گزارشی فاش کرد که برخی افراد دانشگاهی در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده در تحقیقات مربوط به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین پهپاد با دانشگاه صنعتی شریف در ایران مشارکت داشتند. بر اساس گزارش این رسانه، تحقیقات مورد اشاره به صورت مشترک از سوی دانشگاه‌های ساوت‌همپتون بریتانیا، نیو ساوت ویلز در سیدنی استرالیا، هیوستن آمریکا و دانشگاه صنعتی شریف در تهران انجام شده است. دانشگاه شریف تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد. گاردین در گزارش خود با استناد به نظر چند کارشناس نوشته است که این تحقیقات مشترک دارای کاربرد نظامی مستقیم بوده است. از نظر برخی از متخصصان این پروژه مشترک به طور بالقوه بسیار خطرناک بوده است. پهپادهای ساخت ایران در 2 سال اخیر کاربرد گسترده‌ای در حملات ارتش روسیه به اوکراین داشته و کیف بارها بقایای هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران را بعد از حملات روسیه به نمایش گذاشته است. سپیده رشنو فعال مدنی و نویسنده مخالف حجاب اجباری خبر داد که حکم 3 سال و 11 ماه زندان او با تجمیع 3 پرونده اجرایی شده است. او با بیان اینکه به محض رسیدن پرونده به اجرای احکام ممنوع خروج شده تاکید کرد که در روزهای آینده خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی خواهد کرد. این زن مخالف حجاب اجباری روز پنجشنبه 26 بهمن ماه درباره حکم 3 سال و 11 ماه زندان خود در اینستاگرام نوشت که بابت پرونده اول به 3 سال و 7 ماه حبس، برای پرونده دوم به 4 ماه حبس و برای پرونده سوم به 1.5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این احکام به دلیل مقاومت او در مقابل تذکر حجاب زنی در یک اتوبوس BRT در تهران، اعلام کردن خبر تعلیق خود از دانشگاه و حضور با پوشش انتخابی در دادگاه صادر شده است.
بریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با اتهاماتی از جمله بغی تفهیم اتهام شده و پرونده هایشان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران اجرا شده است. از میان این افراد، مرادی در شعبه پنجم دادسرای اوین با اتهام‌هایی از جمله بغی از طریق عضویت در سازمان‌های مخالف نظام که با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده و فعالیت و تلاش برای پیشبرد اهداف گروه‌های مخالف نظام تفهیم اتهام شده و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شده است. عکس‌ها، فیلم‌ها و مصاحبه‌های مرادی در زمینه فعالیت‌های اجتماعی او با عنوان مصداق این اتهامات قرار گرفتند. پخشان عزیزی در شعبه پنجم دادسرای اوین با اتهاماتی از جمله بغی از طریق عضویت در سازمان‌های مخالف نظام و تلاش علیه امنیت داخلی کشور تفهیم اتهام شده و پرونده او برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع داده شده است. کیفرخواست پرونده‌های مرادی و عزیزی در دادگاه انقلاب صادر شده و هنوز تاریخ برگزاری دادگاه آنها مشخص نشده است. بر اساس گزارشی که شرکت مایکروسافت از بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان منتشر کرده، هکرهای دولتی در ایران، چین و روسیه از ابزار هوش مصنوعی این شرکت و شرکت تحت پوشش آن یعنی اوپن ای آی برای بهتر کردن ابزار و ترفندهای تجسسی و هک کردن اهداف خود استفاده کردند. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده، مدعی شده که هکرهای منتسب به سپاه پاسداران در ایران از مدل‌های زبانی به کمک هوش مصنوعی و ابزار اوپن ای آی استفاده کرده و تلاش کردند چند فعال حقوق زنان و فمینیست برجسته را به یک وبسایت که نقش تله داشته بکشانند. مایکروسافت همچنین مدعی شده که توانسته فعالیت هکرهایی را ردگیری کند که به یگانهای جاسوسی ارتش روسیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران و دولت‌های چین و کره شمالی مرتبط بودند. امیر محمد خوش اقبال، یکی دیگر از متهمان پرونده یک باتان، به طور موقت آزاد شد. آزادی موقت وی بعد از تامین وثیقه صورت گرفته است. پرونده یک باتان آبان ماه سال 1401 در جریان اعتراضات سراسری و در ارتباط با کشته شدن یک نیروی عضو بسیج به نام آرمان علیبردی در شهرک یک باتان تهران تشکیل شد. به ترتیب از 8 متهم اصلی پرونده یک باتان 4 تن آزاد شدند. محمد رضا کارگرپیشه مقدم، وکیل پرونده بازداشت شدگان مراسم سالگرد مهرشاد شهیدی نژاد بازداشت شد. سایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این وکیل دادگستری روز چهارشنبه در یکی از خیابان‌های کرج در مسیر مراجعه به محل کار خود بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر منتقل شده است. به گفته این منبع، علی‌رغم پیگیری‌های خانواده این وکیل دادگستری از دادسرای انقلاب البرز، تا کنون مسئولان از ارائه پاسخ شفاف در خصوص علت بازداشت وی خودداری کردند. بنا به اعلام منابع حقوق بشری، آقای کارگرپیشه مقدم وکالت افرادی را که در مراسم سالگرد مهرشاد شهیدی نژاد از جانباختگان اعتراضات سراسری 1401 در آرامستان عراق بازداشت شدند، بر عهده گرفته بود. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری که پیش از این به دلیل دفاع از موکلانش با پرونده سازی مواجه شده، میگوید که شکایاتی را در خصوص تخلفات انتظامی قضات علیه سه مقام قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ثبت کرده است. به گفته خسرو علی کردی، او علیه هادی منصوری و حسین یزدانخواه، رؤسای شعبه های اول و پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، با عنوان ممانعت از دفاع وکیل انتخابی متهم سیاسی در جلسات دادگاه شکایت کرده است. این وکیل دادگستری همچنین شکایتی علیه بازپرس محسن گل محمدی تولایی با عنوان غرض ورزی نسبت به وکیل در دادسرای انتظامی قضات به ثبت رسانده است. علی کردی که وکیل شماری از زندانیان سیاسی و دادخواهان از جمله فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل عادی‌نژاد است، پیش از این در دو پرونده توسط قوه قضاییه به فعالیت تبلیغی علیه نظام، افشای اسرار و نشر اکاذیب متهم شده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی به بررسی نتایج مطالعات جهانی در مورد خدمات سلامت قابل ارائه به گروه‌های سنی بالای 60 سال پرداخت
و نوشت که ایران کشور مناسبی برای سالمندان نیست. اعتماد روز پنجشنبه به نقل از آخرین گزارش مؤسسه خدمات سلامت نوشت که بر اساس جدول رتبه‌بندی خدمات سلامت به تفکیک کشورها و مناطق جهان، ایران در رتبه 80 از 94 کشور در مورد ارائه خدمات به سالمندان قرار دارد. این مؤسسه رتبه‌بندی را بر مبنای میزان پوشش مستمری بازنشستگی، نظام مراقبت‌های بهداشتی، خدمات مراقبتی، حمایت اجتماعی و کمک‌های مالی انجام داده است. این گزارش کشورهای نروژ، سوئد، سوئیس، آلمان و کانادا را به عنوان رتبه‌های برتر و بهشت سالمندان معرفی کرده است. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. ارتش اسرائیل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که تعدادی از مدنونان عملیات بیمارستان ناصر در خان یونس را دستگیر کرده است. این بیمارستان بزرگترین مجتمع خدمات درمانی غزه است که از قبل در محاصره نیروهای اسرائیل بود. این بیانیه تاکید کرده که هدف از عملیات دقیق و محدود یافتن افرادی از حماس است که ظن آن می‌رود در حملات 7 اکتبر به اسرائیل دست داشتند. ارتش اسرائیل اضافه کرده که اطلاعات معتبری در اختیار دارد که حماس تعدادی از گروگان‌ها را در بیمارستان ناصر نگه داشته و ممکن است که اجساد آنها همچنان در آنجا باشد. سامی ابو زهری از مقامات ارشد حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که ادعاهای اسرائیل دروغ است. او گفت که نادرست بودن همه ادعاهای قبلی اسرائیل علیه بیمارستان‌های غزه ثابت شده است. منابع پزشکی میگویند که نیروهای اسرائیلی به سمت بیمارستان شلیک کردند که در نتیجه آن یک بیمار کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی پیشتر به هزاران فلسطینی آواره پناه گرفته در بیمارستان ناصر دستور تخلیه داد و اعلام کرد که مسیر امنی برای خروج آنها باز شده است. ارتش اسرائیل میگوید که به کارکنان بیمارستان ناصر اطمینان داده که میتوانند به درمان بیماران غزه ادامه بدهند، اما دکتر اشرف القادره، سخنگوی اداره بهداشت غزه که تحت مدیریت حماس است، با آن مخالفت می‌کند. او می‌گوید که نیروهای اسرائیلی در داخل بیمارستان ناصر مدیریت این بیمارستان را مجبور کردند که بیماران
ببخشید بیماران مراقبت‌های ویژه را بدون تجهیزات پزشکی نگه دارند که جان آنها را در خطر جدی قرار می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین آماری که مقامات بهداشتی غزه منتشر کردند، در 24 ساعت گذشته 87 فلسطینی کشته و 1004 تن زخمی شدند. دو شرکت امنیت دریایی روز پنجشنبه از وقوع انفجاری در نزدیکی یک کشتی در 85 مایل دریایی شرق بندر عدن یمن خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت امنیتی آمبره اعلام کرد که یک کشتی فله‌بر حین عبور از شرق عدن هدف یک پرتابه انفجاری قرار گرفته است. آمبره افزود که این پرتابه در کنار کشتی منفجر شد اما به کشتی برخورد نکرد. این شرکت افزود که این حمله تنها باعث خسارت جزئی به دلیل اصابت ترکش به لوله ژنراتور دیزل شد که منجر به نشت گازوئیل شد. خبر ادامه تهدیدات حوثی‌ها برای کشتیرانی تجاری جهانی در حالی منتشر شد که همزمان روز پنجشنبه ارتش آمریکا اعلام کرد که در ماه ژانویه یک محموله سلاح ایرانی را که به مقصد شورشیان حوثی یمن ارسال شده بود توقیف کرده است. به گفته سنتکام در این محموله بیش از 200 بسته شامل قطعات موشک، مواد منفجره و سایر ادوات وجود داشته است. جنرال مایکل اریک کوریلا رئیس سنتکام در این بیانیه گفته است که این نمونه دیگری از فعالیت‌های شرورانه ایران در منطقه است. کوریلا اضافه کرد که ادامه تأمین سلاح‌های متعارف پیشرفته از سوی ایران برای حوثی‌ها همچنان به ایمنی کشتیرانی بین‌المللی و جریان آزاد تجارت ضربه می‌زند. وبسایت خبری پولیتیکو گزارش داده که امارات متحده عربی اخیراً استفاده ایالات متحده از خاک این کشور برای ضربه زدن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را محدود کرده است. پولیتیکو این گزارش را که روز 25 بهمن ماه منتشر شد به نقل از یک مقام آمریکایی، دو مقام غربی و یک دستیار در کنگره آمریکا نوشته اما به نام این اشخاص اشاره‌ای نکرده است. به نوشته پولیتیکو، امارات متحده عربی که میزبان نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الزفره است، در تصمیم خود برای محدود کردن ایالات متحده در خاک این کشور تنها نیست. چند کشور عربی دیگر هم چون این خط مشی اتخاذ کردن و اینها پولیتیکو به نام آنها اشاره نکرده است. ایالات متحده علاوه بر امارات در کویت، عمان، قطر و چند نقطه دیگر در خاورمیانه هزاران نیروی آماده به خدمت دارد. توبیاس بیلسون وزیر امور خارجه سوئد روز پنجشنبه از مواجهه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با توطئه ترور 3 شهروند سوئدی یهودی توسط عوامل جمهوری اسلامی در خاک سوئد خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی طرح ترور این 3 شهروند سوئدی یهودی توسط عوامل حکومت ایران در خاک سوئد را بسیار منفی خواند و تصریح کرد که دولت سوئد این موضوع را بسیار جدی می‌گیرد. بلستروم گفت دیدگاه سوئد در ارتباط با این موضوع را به وضوح به اطلاع همتای ایرانیش رسانده و به او گفته که این اقدام عوامل جمهوری اسلامی چه تأثیری بر روابط دو کشور خواهد گذاشت. توبیاس بلستروم همچنین افزود که این مسئله را با همتایان خود در اتحادیه اروپا به بحث خواهد گذاشت. به گفته وزیر امور خارجه سوئد، تبادل نظر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این باره برای همکاری‌های میان آنها سودمند است. دونالد ترامپ از نامزدهای جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آمریکا روز چهارشنبه گفت که کارهای اخیرش در اختلاط اسامی عمدی بوده است. او ماه گذشته در جریان یکی از سخنرانی‌هایش نام نیکی هیلی، آخرین رقیب باقی مانده خود برای نامزدی از سوی جمهوری‌خواهان را با نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا اشتباه گرفت و در جای دیگر هم گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات سابق هنوز بر سر کار است. ترامپ روز چهارشنبه در یک گردهمایی در کارولینای جنوبی در توجیه این کار خود گفت من عمدن نامهایی را مطرح کردم و آنها گفتند که پلوسی را از نیکی تشخیص نمیدهم. و همچنین گفت که نامیدن اوباما به عنوان رئیس جمهوری فعلی در واقع یک کنایه بوده است نه یک گاف و تاکید کرد که من سخنران خوبی هستم. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. اوکراین امروز پنجشنبه اعلام کرد که بعد از ماه‌ها نبرد سنگین، نیروهای خود را از برخی از مناطق شهر آودیوکا در شرق این کشور خارج کرده و به مواضع بهتری منتقل می‌کند. کیف همچنین گفت نیروهای ذخیره یکی از زبده‌ترین واحدهای ارتش اوکراین هم به جبهه نبرد اعزام شدند. روسیه تقریبا 2 سال بعد از تهاجم نظامی خود به اوکراین همچنان تلاش می‌کند تا آودیوکا را محاصره کرده و تصرف کند. در هفته‌های اخیر موقعیت نیروهای اوکراینی در این شهر تا حدی متزلزل و خطوط تدارکاتی آنها به شدت تهدید شده است. تصرف آودیوکا نقش مهمی در تضمین کنترل کامل روسیه بر دو استانی دارد که منطقه صنعتی دونباس را تشکیل می‌دهند و می‌تواند پیروزی بزرگی برای ولادیمیر پوتین در جمهوری روسیه باشد. گروهی از محققان در آزمایشگاه توانستند با کشت سلول‌های گوشتی در داخل دانه‌های برنج غذای جدید تولید کنند. به گفته محققان این برنج که صورتی رنگ است میتواند منبع پروتئینی ارزان‌تر و پایدارتر از نظر زیست محیطی در مقایسه با گوشت گاو باشد. نتایج مطالعه نشان داد که برنج گوشت گاو سفت‌تر و شکننده‌تر از بافت نرم و چسبنده برنج معمولی است و پروتئین و چربی بیشتری دارد. بافت محصول نهایی در واقع مشخصات غذایی برنج را داشت، اما طعم آن با غلات سنتی فرق می‌کرد و بوی گوشت گاو و بادام را می‌داد. پژوهشگران این تحقیق می‌گویند که این ماده غذایی جدید می‌تواند در غلبه بشر بر بحران غذایی در جهان نقش مفیدی داشته باشد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.